سر خط چند خبر مهم. سایت و از روی سوا سوختم از تشنگی آبم بگیر. واکنش ها در دنیای مجازی و واقعی و آتش گرفتن موتر مهاجران افغانستانی در ایران. رئیس جمهور میگوید از راه دیپلماتیک بررسی شود. در یزد سختگیری بر مهاجران شدید شده است. حادثه موترسوزی در شهر یزد جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن 3 شهروند و جراحت برداشتن 5 شهروند افغان شد را با جدیت تعقیب نمایند. خواست امریکا از پاکستان برای فشار وارد کردن بر طالبان. خلیلزاد تاکید می کند که زندانیان بیشتر تا پیش از آغاز گفتگوها آزاد شوند. صعود منحنی مرگ ناشی از ویروس کرونا. افزایش مرگ و میر در کابل مردم دور بر گورستان ها را سراسیمه کرده است. در این وقتا یک روز 20 دانه همینجا گور شد. در روز جمعه بود. کلی می گرفت. دور دور می بود. تکیه زدن یک بانو در یکی از بست‌های فرماندهی پلیس خوست. چرا هنوز بسیاری واکنش‌ها بار منفی دارد؟ بانم ده دی اداره دی خوست شریف و خلق و بلخصوص اوناسیه و سره دی اوناسیه و دی پاره دی خدمت جوه. و اجرایی شدن قانون جدید در بریتانیا. مسافران تازه وارد 2 هفته به قرنطینه می روند. و مجموع خبری ساعت 5:30 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. با نام خداوند یکتا و سلام بر شما. امروز دوشنبه 19 جوزای سال 1399 هجری خورشیدی است. یک بار دیگر خوش آمدید مشروع خبرها. به نظر می رسد کابل رویداد آتش گرفتن موتر مهاجران افغانستانی در ایران را جدی گرفته است. رئیس جمهور غنی این رویداد را تأسف بار خوانده و تاکید کرده که باید از راه های دیپلماتیک بررسی شود. اما اعتراض ها در کابل و دیگر ولایت های کشور همچنان ادامه دارد. در این باره گزارش هم داریم از نرگس هورخش. یک خورد آب بیاور که سوختم. صدای اعتراض هنرمندان افغانستان هم این گونه بلند شده. فریاد برای مهاجران در آتش سوخته افغانستانی. همسایت و از روی ثواب سوختم از تشنگی آبم بدی. غزال عنایت با این سروده و برخوردهای توهین‌آمیز همسایه و همزبانش اعتراض می کند. بر تشنگی و شب زدن. بسیاری خوانندگان به ویژه هنرمندان زن غزال را همراهی کردند. برخیشان نوشتند و شماری هم خواندند. شمار دیگر با زبان شعر به این رویداد واکنش نشان دادند، مثل سهراب سیرت. او غزلی را در این پیوند سروده است. اعتراض ها از رسانه های اجتماعی بیرون زده و به خیابان های کشور رسیده. در چند ولایت مردم و فعالان مدنی شعارهای ضد ایران سر می دهند. ننگرهار یکی از آنهاست. این معترضان می گویند آتش گرفتن موتر مهاجران کشور در ایران جنایت بشری است و دولت باید سیاستش در قبال ایران را بازنگری کند. د خپل حکومت نگیله رو چه تاسو دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه کولای شئ؟ او څه هم وکړل؟ ظلم دې روزانه مونږ باندې کیږي، روزانه مونږ باندې ظلم کیږي، نو تر کومه وخته پورې دلته کار کوي؟ که په داخلي او که خارجي باید په هغوی باندې بندیزونه ولګول شي. د ایران په طرفدارانو باندې مونږ غږ کوو چې تاسو ظالمان یئ. باید د ډیپلوماتیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کړي او نور مونږ دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زمونږ سره کوي د دې په اړه باندې مونږ نور چپ نه پاتې کیږو. قرار بود امروز در کابل هم تظاهراتی در مقابل سفارت ایران برگزار شود، اما به دلیل وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از کرونا لغو شد. در قندهار هم معترضان درب کنسولگری ایران را بستند. برخی فرهنگیان افغانستانی هم در اعلامیه‌ای از حکومت خواستند که همه اداره‌ها و نهادهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک ایران در افغانستان را ببندد. واکنش هایی که ظاهراً به گوش ارشدترین فرد کشور رسید. رئیس جمهور غنی در این نشست رویداد آتش گرفتن موتر حامل شهروندان کشور را
تأسف‌بار خوانده و تأکید کرد که باید این رویداد از راه‌های دیپلماتیک بررسی شود، دستوری که بسیاری باوری به اجرایی شدنش ندارند. حادثه موترسوزی در شهر یزد جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن 3 شهروند و جراحت برداشتن 5 شهروند افغان شد را با جدیت تعقیب نمایند و از تمام وسایل، مواد و اسناد قانونی در زمینه استفاده نمایند تا مسببین حادثه به عدالت کشانده شوند. اما خبرهایی که از یزد ایران میرسد همچنان نگران کننده است. برخی مهاجران افغانستانی میگویند از زمان آتش گرفتن موتر شهروندان کشور ایران سختگیری‌هایش را بیشتر کرده. همزمان با این در سوی دیگر زلمه خلیزاد در دیدار با رئیس ستاد ارتش پاکستان از اسلام آباد خواسته که بر طالبان فشار وارد کند تا به گفتگوهای میان افغانان تن دهند. خلیزاد همچنین از پاکستان خواسته که طالبان را بر حفظ کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان بیشتر قبل از آغاز گفتگوهای میان افغانان ترغیب کند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید که دولت برای تأمین صلح و رفاه سراسری در کشور اراده قوی دارد. بهاءالدین انصاری در این باره گزارش تهیه کرده. با آنکه حکومت افغانستان بیش از 2700 زندانی طالبان را از بند رها کرده و طالبان نزدیک به 500 زندانی حکومتی را آزاد کردند، منبعهای نزدیک به طالبان میگویند ممکن تا زمانی که 5000 زندانی طالب به گونه کامل از بند رها نشوند، گفتگوهای میان افغانان آغاز نخواهد شد. بین الافغانی مذاکرات چیدی عقب ده بنجان و تر خلاصون و روست شروع کیجی بنجان تر روست پریدری در روست و خلاصیوی و دات یو دو در روست کمی پات دی ناغ دو در بم خلاصیوی نو بیا بروست بین الافغانی مذاکرات شروع کیجی. موضوع رهای زندانیان محور اصلی گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر با رئیس ستاد ارتش پاکستان در اسلام آباد بوده است. رسانه های پاکستانی نگاشتند که در این دیدار خلیلزاد و میلر از باجوا خواستند بر طالبان فشار وارد کند. خلیلزاد و میلر این را هم از پاکستان خواستند تا طالبان را بر حفظ کاهش خشونت ها برای آغاز گفتگو ترغیب کند. خلیلزاد و میلر پیش از این با ملا عبدالغنی برادر در حضور مطلق القحطانی نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در دوحه نیز دیدار و در مورد رهای زندانیان صحبت کردند. توافق بر سر زندانیا در واقعیت صورت گرفتند. حتمی نیستند که باید 5000 زندانی قبل از مذاکرات آغاز شوند. باور بر ایستند که حیات 5 نفری طالبان در کابل به کارشان ادامه خواهند دادند و تا 3000 بندی را آن قریب ما آزاد خواهیم ساخت از زندانهای افغانستان. با این حال رئیس جمهور غنی بار دیگر بر اراده قوی حکومت بر تامین صلح و رفاه سراسری در کشور تاکید کرده است. از هر کدامتان ملت تقاضای ازید داره که چیزایی را به جای بگذارین که ریشای عمیق گذشته ما را با یک نظر واضح و دیدگاه روشن آینده که در اصول ثبات رفاه مردم افغانستان تامین شود بتانیم انشاءالله تعالی به وجود بیاریم. برخی آگاهان به این باورند که امریکا به شدت در تلاش است تا با مشخص کردن زمان و مکان گفتگوها میان افغانان و موفقیت این روند شمار نیروهای نظامی خود را در افغانستان کاهش دهد و ظرف 14 ماه به صفر برساند. بین افغانی خبر و دفاع را اوز زمینه کاملا جوړه ده. مبینان په افغان حکومت باندې دادی چې د هیئت نهایی کړي او همدارنګ د هم دی په دې باندې خبرې چې د دې هیئت صلاحیتونه به تر کومه انداز پورې وي، ځکه چې یو لوی مشکل چې د خبرو په حقله شته دی چې طالبان یو بصلاحیت هیئت غواړي. طالبان در بخش‌های زیر ادارهشان به جنگجویان این گروه روند آگاهی دهی از چگونگی توافق صلح با آمریکا را آغاز کردند. این گروه همچنان مذاکره با هند پیش از گفتگوها میان افغانان را رد کرده است. پیش از این زلمه خلیلزاد در سفرش به هند به مقام‌های این کشور گفته بود که دهلی نو برای رفع نگرانی‌هایش می‌تواند به گونه مستقیم با طالبان وارد گفتگو شود.
شمار از شهروندان کشور میگویند هرچند شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به مرز 21,000 تن رسیده است، اما عرضه خدمات درمانی به حد کم است که تنها به شمار اندک بیماران امکان رسیدگی وجود دارد. آنان یکی از دلیل‌های افزایش مرگ و میر بیماران ناشی از کووید 19 را رسیدگی نکردن پزشکان و نبود خدمات صحی به آنان می‌دانند. بیمارداران از وزارت صحت عامه می‌خواهند که به جای شعارهای میان توهی به داد بیماران برسند. در کمتر از نیم ساعت با نزدیکان سه بیمار سر می‌خوریم که از اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. در برابر دوربین صحبت نمی‌کنند. بی توجه به توصیه های بهداشتی، پیکر یکی از جان باختگان را در امبولانس شخصی انتقال می‌دهند. شمار دیگری که بستگانشان در بیمارستان محمد علی جناح زیر درمانند، از اندک بودن عرضه خدمات به بیماران انتقاد دارند. گفتم میشه که با میلیاردها پیسا آمد وارد افغانستان شد، ما این چیز ساختیم، اون چیز ساختیم، این چیز ساختیم، ولی متاسفانه اون چیزی که در رسانه ها گفته میشه، در اخبار ها گفته میشه، در عمل وجود نداره. زان بعد میره و راق سه بندی ده و از غریب مرده باشل ده و دخواد ناسه ده بایشه سوکشتان جور سرویسی. میگویند دلیل افزایش مرگ میر بیماران نرسیدن اکسیژن و عدم توجه پزشکان به آنان است. اکسیژن نمیرسه به مردم. به ما نگاه که بگویی اکسیژن بیادر نمیاد، یک متر اکسیژن میاد، 50 نفر سر از او چودکان مفته، بیادر دبا مفته، پای میشکنه، دست میشکنه، کسی نیست. اما وزارت صحت عامه هشدار میدهد که اگر مردم فاصله گیری اجتماعی و توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند، شمار مبتلایان و قربانیان بیشتر از تصور خواهد بود. یگانه کلید نجات جامعه از این وضعیت همکاری شهروندان ماست. امیدوار هستیم شهروندان ما در قسمت حفظ فاصله اجتماعی، پوشیدن حتمی و جبری ماسک و همچنان شستن دست ها جدیت لازم به خرج بدن. با آنکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا روز به روز در حال افزایش است و در 24 ساعت پسین 575 مورد مثبت به ثبت رسیده و شمار کل بیماران به 20,907 افزایش یافته، هنوز هم بسیاری مردم با دست کم گرفتن توصیه های بهداشتی و رعایت فاصله گیری اجتماعی به جاده ها ریختند. مردم ما اصلا توجه به می قرنطین و کرونا اصلا ندارن. کرونا را اصلا یک چیز عادی فکر کردن. من برشون یک که به گفتنی خواسته که دارم کرونا را باید جدی بگیریم. کار نیست، چه کنم اگر خانه پیشیم اولاد آخه چه بدن اگر که چهار نفران هم مشکلات مریضی تاگاییم دارم. در یک شبانه روز پسین 12 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته، در حالی که 329 تن هم بهبود یافتند. زلا زازای بانوی که امروز کارش را در فرماندهی پلیس خوست آغاز کرده میگوید تلاش میکند تا بیشتر به چالش های زنان رسیدگی کند. او نخستین بانوی است که در این پست در ولایت خوست گماشته شده است. هرچند آغاز به کار بانو زازای واکنش های را در رسانه های اجتماعی هم برانگیخته است، اما شمار از آگاهان نظامی میگویند راه یافتن بانوان در نهادهای امنیتی نباید به جنسیتشان پیوند داده شود. زلا زازای نخستین بانوی که در فرماندهی پلیس ولایت خوست گماشته شده است، ولایت نسبتاً ناامن در جنوب. بانو زازای امروز کارش را به عنوان آمر اداری مدیریت مبارزه با جرم‌های جنایی فرماندهی پلیس خوست آغاز کرد. دوم سران زلا زازای به صفت آمر اداری مدیریت محترم جنایی قماندانی امنیه ولایت خوست منظوری آورده بود، معرفی شد. زلا زازای دانش آموخته کورس های نظامی در ترکیه است. میگوید تلاش خواهد کرد تا به چالش های مردم به ویژه بانوان رسیدگی کند. دی جنایی جرمون سانه مبارزه عمومی مدیریت مربوط به اداره 4 دیاماری پسیفت رسمان واکمارل شوم. غوړم د دې ادارې د خوست شریف و خلکو بل خصوص اوناسیا و سره د اوناسیا و د پاره د خدمت جوګه وکړم. گماشته شدنش در این پست در رسانه های اجتماعی باستاب گسترده و بیشتر واکنش ها با بار منفی به همراه بود. شماری از گماشته شدن او در این نهاد انتقاد کردند و شماری هم این کار را به سخره گرفته اند. در هر اشتباه هم زن هم مرد حق دارد که تا کار کند. در افغانستان هم امی حق هم بر زن داده شده و هم بر مرد.
متاسفانه فرهنگ زن ستیزی که در افغانستان غیر منصفانه شکل گرفته، همواره به خاطر پست های کلیدی که خانم ها اشغال میکنن مردان تاختن و این نهایت زن ستیزی را در اجتماع افغانستان نشان میده. اما آگاهان نظامی میگویند که نباید راه یافتن بانوان به نهادهای امنیتی با جنسیتشان پیوند داده شود. اگر استخدام ای بانوی جوان در پشت آمریت دفتر آمریت جنایی قمدان امنیه خوشت به اساس توانایی مسلکی و ظرفیت کاری انجام شده باشد، علاوه بر اینکه اشکالی نداره، یک عمل نیک ستودنی است، باید مورد حمایت قرار بگیره. این بار نخست نیست که گماشته شدن بانوان در نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز می شود. بر بنیاد قانون، بانوان سهم 30% در اداره‌های دولتی دارند. اما به نظر می رسد که در حال حاضر حضور بانوان در نهادهای دولتی کمتر از آنچه است که در قانون پیش بینی شده است. به ویژه در ولایت‌های ناامن مانند خوست. همزمان با این، وزارت امور داخله از برکناری 38 منصوب پلیس به دلیل استفاده سوء از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه می‌گوید این افراد از ولایت‌های کابل، هرات، ننگرهار، غزنی، جوزجان، سمنگان، تخار، زابل، خوست، کندوز، پروان و بغلان از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد متهم به اختلاس، اخاذی، تعلل و غفلت وظیفه‌ای، رفتار نامناسب و همکاری با دشمن از وظیفه برکنار شده و پرونده‌هایشان پس از تکمیل تحقیقات به دادستانی نظامی فرستاده خواهد شد. آمار مرگ و میر برخواسته از بیماری کووید 19 این روزها در کابل نگرانی ایجاد کرده است. شمار از باشندگان پایتخت که در نزدیکی شهدای صالحین زندگی میکنند میگویند در یک شبانه روز گواه به خاک سپردن حتی 15 جسد هم بودند که بیشتر آنان را ویروس کرونا کشته است. والی کابل تایید میکند که میزان مرگ و میر در شرایط اوجگیری و فلاکت ویروس کرونا افزایش یافته و از مردم میخواهد این ویروس را جدی بگیرند. اوج ویروس کرونا در افغانستان و حاشیه های نگران کننده آن. حالا بسیاری ها به این باور رسیدن آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 که وزارت صحت اعلام می کند بسیار کمتر از آمار واقعی مرگ و میر است. امروز به یکی از قبرستان ها در دامنه یکی از کوههای کابل می رویم. در بخش های از این گورستان چند نفر مصروف خاک سپاری جسدی هستند. می خواهیم نزدیکتر برویم اما اجازه نمی دهند. همزمان شمار از خانواده هایی که دور بر این گورستان در شهدای صالحین زندگی می کنند می گویند در یک شبانه روز گواه خاک سپاری بیش از 15 جسد بودند که بیشترشان بر اثر بیماری کووید 19 جانشان را از دست داده بودند. طرف های شب، دو بجه شب، 4-5 دانه طرف شب گور میشه و طرف روز 6-7 دانه طرف روز گور میشه، زیاد از 20 دانه میشه. در این وقتا یک روز 20 دانه همیجا گور شد. در روز جمعه بود، کل میگرفت، دور دور میبود. میگویند این روزها هزینه های گورکنی و شستشوی جسدهای جانباختگان ناشی از ویروس کرونا هم بسیار گران شده است، از 20 تا 40 هزار افغانی. برخی دیگر از باشندگان این محل میگویند از افزایش آمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 و خاکسپاریشان در اینجا وحشت زده شدند. ساعت 10-11 بجه است که 4 دانه را آوردند دفن کردند که اینم امروز که دیگر از طرف شب هم بسیار زیادی مردم دفن میکنه که هیچ کس خبر میشه، در توسط گروپ و چیزا دفن میکنن مردم خبر میشه، بسیار مرده ها زیاد شده است. چیز گفتن نمیتونیم که در اینجا دفن نکنه. خواستم از دولت همی است که مرده که در جایی که جور کردین امانجا این مرده را دفن کنند. در اینجا بسیاری کسا همی پیشتر برادرمان گفت قبرکن حتی وقتی که مرده را میشسته مریض شده. والی کابل میگوید که ویروس کرونا هنوز هم در حال اوجگیری است و هشدار میدهد که پیامد بیتوجهی مردم به این گورستان ها می انجامد. هر کس که بی احتیاطی میکنه به این مناسب که رای قبرستان انتخاب کنند. ما امیدوار هستیم که رای زندگی را انتخاب کنند، با ما همکار باشند. هر کمکی که از دست ما پور است در خدمتشان ما قرار خود دادیم. مطمئنن ارقام افراد مبتلا شده واقعی بیشتر از ارقام رسمی است که اعلان میشه.
تمام تلاش خود وزارت صحت عامه انجام میده تا با استفاده از ظرفیت موجوده نیازهای خدمات صحی جامعه را برآورده بسازم. حتی دیروز والی کابل گفت که ممکن آمار بیماران کووید 19 تنها در کابل بیشتر از 1 میلیون نفر باشد، هرچند آمار رسمی وزارت صحت نشان می‌دهد که آلوده شدگان به ویروس کرونا به مرز 21,000 تن رسیده است. ویروس کرونا روند تهیه و تدارکات مواد ساختمانی و خرید تجهیزات بند شاه و روس را با مشکل روبرو کرده است. اداره ملی امور تنظیم آب می‌گوید که کار این بند 88% پیش رفته و شیوع ویروس کرونا کار را با کندی روبرو کرده است. برخی آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت برنامه دقیق برای مدیریت آب‌های کشور ندارد. تمیم شهیر در این باره گزارش دارد. 9 سال پیش در گوشه از کابل کار ساخت بند شاوروس آغاز شد. بندی که هزینه ساخت آن از بودجه ملی پرداخت می شود. در این 9 سال کار ساخت ساز بدنی بند چندین بار متوقف و سر گرفته شده است. تازه‌ترین جزئیات اداره ملی امور تنظیم آب نشان می دهد که کار این بند 88% تکمیل شده و نزدیک به 40 میلیون دلار در آن هزینه شده است. حالا ویروس کرونا مانع تکمیل شدن این بند شده است. اداره ملی امور تنظیم آب می گوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا روند انتقال تجهیزات بند در داخل و خارج با مشکل روبرو است. شیوع کرونا در کل تاثیرات خود در جامعه داشته. طبعا بالای پروژه های بزرگ هم تاثیراتی داشته که روند تهیه و تدارک مواد ساختمانی مورد نیاز در پروژه، تهیه و تولید تجهیزات پروژه چی در داخل کشور و چی در خارج و تنظیم پرسنل تکنیکی مورد نیاز پروژه در کل با کندی مواجه ساخته است. نبود بندهای آبگردان سبب شده تا باشندگان کابل از آبهای زیرزمینی استفاده کنند. یکی از مهمترین هدفهای ساخت بند شاوروس تهیه آب آشامیدنی برای باشندگان شهر کابل بود که حالا سالهاست این هدف برآورده نمی شود. شرکت آبرسانی شهری افغانستان می گوید که با ساخت بند شاوروس 5 میلیون متر مکعب آب به باشندگان شهر کابل فراهم خواهد شد. اگر این پروژه به خیر تکمیل میشه، تاثیرات بسیار زیاد مثبت سر بلند رفتن سطح آب زیرزمینی داره، آبهای زیرزمینی را تقویه خواهد کرد و همچنان بنابر تعهدی که صورت گرفته است، سالانه 5 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی به دسترس اداره آبرسانی افغانستان قرار خواهد داده شد که قسمت‌های از نیه 17 شهر کابل تحت پوشش قرار خواهد داد. سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود و تا حال هیچ بند آبگردان از سوی حکومت بهره برداری نشده است. متاسفانه نظر به عدم مدیریت منابع آبی کشور، سالانه میلیون ها متر مکعب آب از حوزه های مختلف افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود. بعضی از بندها که دولت چند سال قبل کار را روی آن شروع کرده به دلایل مختلف ناتکمیل یا متوقف شده. کار ساخت بند شاوروس در ولسوالی شکردری کابل به یک شرکت ایرانی سپرده شده و انتظار می رفت در 3.5 سال تکمیل شود. اما حالا با گذشت 9 سال هنوز کاران تکمیل نشده است. در بریتانیا از امروز قانون به اجرا گذاشته شده است که بر بنیاد آن مسافرانی که به این کشور وارد می شوند برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به مدت 2 هفته قرنطین می شوند. این مسافران در هنگام ورود موظفند اطلاعات مرتبط به اقامت خود را به مرزبانان اعلام کنند. بریتانیا این برنامه را برای جلوگیری از موج دوم شیوع کرونا تهیه کرده است. در انگلستان بر اساس قوانین جدید کسانی که قرنطین را رعایت نکنند 1,000 پوند جریمه خواهند شد. در بریتانیا نزدیک به 40,000 بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخته و نزدیک به 300,000 تن هم آلوده شدند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 70 تن در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت این کشور، تا کنون 173 هزار تن به ویروس کرونا در ایران آلوده شدند و در 24 ساعت گذشته 832 نفر به بیماری کووید 19 نیز مبتلا شدند.
تحقیقات بازرس کل پلیس ملی فرانسه در سال گذشته نشان می‌دهد که میزان شکایت از نیروهای پلیس این کشور 23.7% نسبت به سال پیشتر از آن افزایش یافته است. بر اساس این تحقیقات در مجموع در سال گذشته 19 تن در جریان خشونت‌های پلیس کشته و 117 نفر هم زخمی شدند. همزمان اعتراض‌های ضد نژادپرستی در آمریکا برای 13مین روز پی هم ادامه یافته است. این اعتراض هرچند صلح‌آمیز گزارش شده، اما در برخی شهرها شمار توسط پلیس نیز بازداشت شدند. از سوی هم در دو روز گذشته تظاهرات ضد نژادپرستی در چندین کشور اروپایی به شمول آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، مجارستان و نیز بریتانیا ادامه یافته و معترضان حمایتشان را از سیاه‌پوستان آمریکایی اعلام کردند. معترضان در بروکسل دست به غارت برخی مغازه ها زده و شمار از این مغازه ها را به آتش کشیدند. مهمترین های ورزش با همکارم ادریس فاروقی. کار ساخت ورزشگاه فدراسیون فوتبال ولایت غور از یک ماه بدین سو آغاز شده است. این پروژه شامل ساخت جایگاه تماشاگران، رختکن، اتاق‌های اداری، پنجره اطراف چمن ورزشگاه و دیوارهای استنادی است که با هزینه 40 میلیون افغانی در 18 ماه آینده ساخته خواهد شد. با گفته مسئولان در فدراسیون فوتبال غور، هزینه ساخت این ورزشگاه را دولت هندوستان می‌پردازد. هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان شب گذشته با برگزاری 3 بازی به پایان رسید. آکسبورگ در خانه میزبان کلن بود که این دیدار در پایان با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دو دیدار دیگر وولفسبورگ با 1 گل وردر برمن را شکست داد و کلن با تساوی 1-1 برابر آکسبورگ متوقف شد. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بایر مونیخ با 70 امتیاز در صدر قرار دارد. دورتموند و لایپزیگ هر کدام با 63 و 59 امتیاز رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. کانر مک‌گریگر یکی از ستاره‌های نامدار رشته مبارزه‌های آزاد بازنشسته می‌شود. این ورزشکار 31 ساله ایرلندی که به بدنام شهرت دارد در تویتی گفته است که روزهای مبارزه هایش به پایان رسیده است. او تا کنون 26 رقابت جهانی در رشته مبارزه های آزاد انجام داده است که 22 پیروزی و 4 شکست در کارنامش به ثبت رسیده است. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.